سلام، دابستیج رو از تی وی پلاس میبینید. برای اونایی که نمیدونن میگم، ما یه فراخوان داده بودیم از طریق صفحه اینستاگراممون که مردم دابسمش بفرستن برای ما. حدوداً 2000 تا دابسمش برای ما اومد که ما ته یک فرایندی داوری کردیم اونها رو و الان 8 شرکت کننده نهایی اینجا حضور دارن. از این 8 شرکت کننده که برای ما ویدیو آماده کردن، اینجا ویدیوشون پلی میشه و اجرای زنده هم دارن. این 8 شرکت کننده هم امروز قرار داوری بشن و 3 نفرشون به مرحله فینال میرسن که با رأی مردم قرار نفر اول کلید 206 رو بگیره. بدون مقدمه میرم سراغ معرفی داورها. داور اولمون یه طنز نویس واقعا قوی، هممون با کاراش خاطره داریم، کسی نیست تو ایران ندیده باشه کاراشو، آقای مهراب قاسم خانی. مرسی. اما داور دوم، سرپرست گروه تهران داب شو، کسی که مبتکر اجرای همزمان دوبله انیمیشن بود و قبل از اینکه اصلا این داستان دابسمش و اینا باشه، برای اولین بار این عزیز دوبله همزمان انجام میداد توی سینما قلهک، که پیشنهاد میکنم حتما برید کاراش رو ببینید، آقای هومن خیاط. و عزیزی که ما رو همراهی میکرد، خودش یه پسر طنازه و ویدیوهاشو مطمئنا تو اینستاگرام دیدید، از خوبای اینستاس، مهندس کریم پور. بله، میریم سراغ شرکت کننده اول که ویدیوش رو پلی میکنیم، آقای محمد رضا عسخری، تشویقش بکنید. کدومشون بودن خب؟ بله آیا از خیلی تشریف بیاری؟ من کدومشون؟ همکه میاد تشویقش کنی خودو. خوبی؟ باید زبونتو چرا میاری بیرون؟ دیگه آوردیم دیگه. این اصلا به مال کارتون بوده، انیمیشن بوده، چی بوده؟ این یه توضیح میدی راجع به انیمیشنی بوده دیگه، حالا توی دابسمش بود، ما گفتیم یو اجراش کنیم. بعد سورسش نمیدونی کجاست اصلا؟ نه سورسش رو نمیدونم کجاست. خب اجرای زنده چیه، توضیح میدی؟ اجرای زنده که میگه تو این خونه یا جای منه یا جای این خر، کلا قرمزیه. آره تنهایی اجرا میکنی؟ جیگره. نه یکی از بچه‌ها هستش، حالا افکت اولش میاد با هم باش دیگه، اون نقش جیگر خودم میرم. آماده ای؟ بله. نفر اول طنز ایران اینجا نشسته. بله دیگه آماده. از لحاظ دوبله و لیپ سینک و اینا هم باید آماده باشی، آقای خیاط اونجا مثل پلنگ نشسته، مدیر دوبلاژ هستن، لیپ سینک باید باشه کارت و محمد امین هم که باید بخنده، نخنده کارت خوب نبود. بله ببینیم. همون محمد امین بخنده یعنی خوبه، امتیازه. حالا ببینیم. آماده ای؟ بریم. حالا یکی از بچه‌ها بیاد بالا. اون همکارشون تشریف بیارن. همکارشون هم تشریف بکنید. به این خونه یا جای منه یا جای این خط برقر نیستم برقر نیستم. خسته نباشی. شما خر بودی؟ من؟ شما کی بودی؟ من همونی هم که بهش گفتم تو خری. خب آقای قاسم خانی از این ور شروع. آقای قاسم خانی نمیشه وسط شروع کنیم؟ نه نه یه بار بریم دیگه. اول نظرتون راجع به
ویدئویی که آماده کرده بودن از لحاظ طنزش. آقای قاسم خانی، اول من اینو ازتون بپرسم، از وقتی داب اسمش اومد این چی میگن اون حس طنز همه زده بیرون و همه رو کردن دیگه، میخوام ببینم این حس طنز ایرانی ها چجوریه، شما دوست دارید آیندهش چجوریه؟ مثل خودتون چند تا دیگه از این بچه ها میاد بیرون؟ حس طنزه یه طرف که به نظرم خیلی باحاله، سرعت عملشون فوق‌العاده است. یعنی شما یه چیزی رو میبینین بلافاصله آنلاین میشین یه مجموعه جوک خیلی هیجان انگیز جذاب راجبش ساختن. نه معلومه استعداده خلاق دیوونه خوب زیاد داریم. من دو سه بارم خودم تلاش کردم واسه دابستان شدم، هیچ استعدادی ندارم کلا، بهش فکر نکردم دیگه. ولی شما دیالوگاشو چجوری حفظ کرده بودین؟ من اینو نمیگم، اما فیلمشو دارم میگم. یا من حتی آمادم نبودم الان برای الان. نه اون فیلمه رو دارم میگم. اون فیلمه رو دیالوگاش خیلی سخت بود. ولی نه خیلی بامزه بود. از 10 ما یه امتیاز میدیم به بچه ها. شما از 10 چند میدی قاسم خانی؟ نسبت به همه چیزی بزنه بعد بقیه نسبت به هم بزنه. قاسم خانی همه این بچه ها خوبای اینستان. آره همه جذاب بودن. نسبت به چیزایی که خودتون تو اینستا دیدید، چیزایی که تو اینستا هستش و خوباش، نسبت به اون خوباش به بچه ها چند میدید؟ من 7 میدم. 7. خب آقای خیاط، از لحاظ لیپسینکشون و شما اجرای زنده هم میکنید دقیقا همین کاره. یعنی من فکر میکنم شما اولین نفر بودید دیگه، درسته؟ بله ما اولین بودیم. دوستم به نظر من اجراش خوب بود، خوب لب میزن. منم خیلی وقت نگیرم، منم نمره میدم، منم 6 میدم. 6 میدید. محمد امین، بامزه بودش؟ خوب بودش؟ نسبت به ویدیوهای بامزه که خودت تولید میکنی چطور بود ویدیوش؟ تکراری بود دیگه، تکراری بود. اینو تکراری یعنی چی؟ قبلا کی اجرا کرده؟ تکراری بود یعنی نگاه کنید یه سری حرفا تو داستانش همه میگن، قیصر کجایی که داشت تو کشتن، کلا قرمزی، یه سری چیزای جدید. مثلا یه سری دیالوگای برای انتخاب کنیم، مثلا فیلما مثلا کسی تا الان نگفته باشه، خیلی تکراری بود. ولی اجرات بد نبود، منم 6 میدم. 6. محمد امین هم 6 میده. نظرتو راجع به نمره داور رو بگو. نظرم که والا مثبته. خب من راضی هستی؟ راضی هستم، چون خودم وقت آنچنانی ندارم برای مثلا اجرای داوسمش و اینا، چون هم دانشجو هم سر کار شاغلم و اینا. حتی اصلا دیشب برای مسابقه هم فهمیدم ساعت 12 شب اینطورا فهمیدم که اینجوری شده. حتی مثلا با بچه‌ها هم اینا کردم که همون که مثلا این نقش رو با اون بازی کرد اون بیاد با سر همین اینجوری راضی از آره راضیه. تشویقشون بفهم. اما اینجایی که ما هستیم حتما واسهتون سوال پیش اومده، یه جای خیلی خوشگله، یه جای خیلی شیکه، یه جای خیلی خاصه. اسمشو من حالا بهتون نمیگم در خلال برنامه، اسمشو میگم ولی فعلا تو نخ بمونید. اسمشو حتما بهتون میگم ولی قول بدید بیاید. اما شرکت کننده بعدی آقای حمید شربتی که بله تشویق بفرمایید. آقای حمید شربتی ویدیوشون پلی میشه و اجرای زنده شون هم آهنگ من یه پرندم از استاد ایرج هستش. استاد ایرج هم تشویق بفرمایید. مرسی. یه ویدیو دیگه هم دارن آیه شربت. بله بله، تا دوتا مجازی پخش کنید دیگه. بزرگ شما همین بود؟ کتا مفید. بله تشویقشون بفرمایید. آیه شربت تشریف بیارید. من یه پرندمه از آقای ایرج که با دوستان، دوتا از دوستان اجراش میکنم. با دوستاشون خواهش میکنم تشریف بیارید. دوستاشون هم تشویق بفرمایید. میدونی من که هم خیلی
خب آقای قاسم خانی دیگه از این ور بیاین دیگه. آقای خیاط. آقا من خلاقیت شو دوست داشتم، هم توی ویدیوش هم اینجا، بعدش آتش پالایی واسه خودش تو کمک کردن نفر قبلی خیلی خودش نشون نداد. بود من هفت من فکر کنم عمدن تو کمک به قبلی خودش نشون نداد. آره کم می‌ذارن دیگه، می‌خواست انتظار بیاد پایین. آخه من تا حالا نیده بودم یه چیشو بس بسد کرده. بابا ما اومدیم با هم دیگه خوش باشیم. فقط و یه 206 ببرید. نه اومدیم پیش بچه ها با هم دیگه باشیم. من 206 بچه های 206 تو میدی من؟ حرف زدی ها مدام با هم باشن 206 بهانه. خب آقای خیاط امتیاز 7 رو دادن. مرسی از آقای قاسم خانی که یاد داشت میکنه، یه باری از دوش ما برداشتید. آقای قاسم خانی نظر خود خیلی خیلی بامزه بود. آره خیلی خلاق بود، اینکه میزانسن داشت خیلی جذاب بود، هم توی اون هم توی این اجرای زنده به نظرم خیلی جذاب بود. من 8 میدم. تشویق بفرم. محمد امین دیگه من خودم انتخابت کردم دیگه خودم انتخابت کردم. خوبه واقعا، مثلا ویدیوات دیدم چند تاشو همش خلاقه، مثلا میدین کار تکراری نمی کنی. من قیافتم باحال است، یه جوری خسته است. من هم 8 میدم. 8 تشبیه کنید. نظر نهایی راضی هست. من باعث افتخار همه که پیش شما هم بعد بله راضی هستم. دستتونم در نکنم. فقط درخواست آب داری. مرسی از تو. دوباره تشبیهش کنید. نوکرم. اما امروز یه مهمون خیلی ویژه هم داریم که اسم مهمونمونم نمیگم، باز تو خماریش بمونید، میگم تا یه چند دقیقه دیگه. اما شرکت کننده بعدی من میرم اینور، اسما اینجاستا. تخصصش توی دابسمش گزارش های فوتبال، مخصوصا سرهنگ علیفر عزیز. و شب عید هم اتفاقا رفت رو آنتن تلویزیون، آقای محسن بروفه. خب ویدیوی آقای بروفر رو ببینیم تا اجرای زندش. بله یه بار دیگه هر چقدر لذت بردی تشویق کنید. آقای بروفر مثلا ما 400 تا عضلات صورتمون باشه ایشون 1200 تا داره. آقای بروفر تشریف بیاری. می‌ذاریم. محسن جان کجا به سرت زد بری سراغ سرهنگ؟ خونه بودم دیگه، تابستون بود داره. کجای مکانی رو نگفتم، کجای همه لحاظی؟ دابسمش دیدم توی اینستا چند تا دیگه، منم مثلم تا درست کنم. چرا رفتی سراغ سرهنگ علیفر؟ سرهنگ از چیزای دیگه هم درست کردم، سرهنگ رو بیشتر دیده شد. چرا رفتی سراغ گزارش های فوتبالی؟ فوتبال خودم دوست دارم، سرهنگ هم جالبه گزارشش. بعد چجوری شد راه پیدا کردی تلویزیون؟ تلویزیون بالا دیدن دیگه، برنامه 90 دیدن. آقای میثاقی زنگ زد که هم 90 رفته بودی هم برنامه سال تحویل هم بودی فکر کنم، نه با علیزی دفترشون بودن، پخش نشد. حالا اجرای زنده چیه؟ اجرای زنده هم یه گزارش مال بوشهر آقای بهرام شاهین، شاهین بهرام نژاد. خب تنها اجرا می‌کنی؟ خیلی ادبات داره. ادباتشون هم آماده کنم. در اون مواده اشتر قدم باید اومدیم و پاس بده از دست بیره این موقع قبول لای جنگ تو بروی پای شمش بیتا تمومه 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 دولوی زنگ کنم توم روی پای
های چپش بیاد تموم دقیقه 61. خب نه کجا بری باری کرد. خب اعضای خیاط شروع میکنیم. این دفعه خیاط چطور بود؟ درجه یک بود. اون ناز و کرشمه های وسطش جانو کشه. این فرهاده خیلی خوب. خیلی خوب. اینم که عالی. خیلی. اما امتیازتون؟ امتیازم نو نو. الان یه ریاکشن نشون بدی. فقط داب اسمش بدی. مرسی. تشکر کردم. آرومه. برعکس داب اسمش. خب محمد امین نه خوبی دیگه چی بهت بگم تکراری که نیست نه خوب نه ببین نگاه کن یه روند داره پیش میره دیگه سرنگلیفه گزارش ورزشی یه تم خاص جو... داره آره یه واسه خودش امضای خودشو داره دیگه خب به خاطر همین منم بهش 9 میدم خیلی خوبه 9 اما آقای قاسم خانی عزیز من چی بگم تو گوشیم دارم 3-4 تا از اینا رو اسه چی آقا قاسم خانی داب اسمش رو تو داره خوشحالم خوشحال ده ده نه به نظرم همه چیزهای یک داب اسمش با مظهر داره میمی که خوب خوب سین که به نظرم خلاقیت داره توی ماجرا ظرافت زیاد داره به نظرم خیلی خیلی چیز خوب به نظرم کاملا خوب دست شما درد نکنه شمارت هم بده بعدا شما بازیگر شدید سوپر استار شدی تموم شد تموم شد نظر کرد تمومه گفتش بیا دوباره تشویق کنید محسن عزیز اینجایی که هستیم کجاست یه جای خیلی خاص تصاویرش رو حتما میبینید یه جای خیلی شیک و لوکس حتما بیاید متوجه میشید که چی میگم منظورم از خاص بودن چیه خیلی تشکر میکنیم ازشون که این فضا رو در اختیار ما قرار دادن و امروز ما مهمان کافه رستوران دارینا هستیم به افتخار کافه رستوران هستیم بلندتر میندازنم اون بیرون ها بله شرکت کننده بعدیمون آقای وحید قنات آبادی هستن ویدیوهاشون رو میبینیم و اجرای زنده شون هم هست از خواننده سبک رپ کشورمون نمیدونم اسمشو بگم یا نگم میگم دیگه اجرای زنده شون از حمید صفت هستش آقای حسه تشویقشون بفرمایید ویدئوهای ارسالیشون رو ببینیم آبادی. من توضیح بدم بده. ویدیو دومو یکی از دوستان خوبم علی صفوی بازی کرده این نمیدونم اینجا کسی میبینه این ویدیو رو یا نه حالا احتمالا خیلی کسا ببینن خیلی استعداد داره تو بازیگری یعنی فوق‌العاده است جز بچه هایی که سندروم دان داره ولی چون باش کار شده اصلا برای این ساختیم اگه یکی سندروم دان داشته باشه و باش کار کنن مثل آقای صفوی میشه علی صفوی میشه فوق العاده است یعنی عاشق بازیگریه اگه اینجا یکی بتونه کاری کنه که علی به عشقش برسه به بازیگری برسه من خیلی تشکر میکنم جایزه رو آقای قاسم فرید من چشم دنبال جایزه نیست کاری که ما کردیم یه خانمی هست به نام فریال عزیزم فریال تو ایران نیست تو سوئیس ویدیوش واسه من فرستاد بله منم ویدیو رو گذاشتم با هم دیگه ترکیب کنیم دستشم درد نکنه نمیمونه حالا اینجوری خیلی خوب دستت درد نکنه مرسی نرو نه من دارم میزیارم برو میزیارم حالی شب میزنم نی شب یک زنم خیلی
خیلی بد واسه من بگم هر چه دو عمل نکرد میزنم خیلی بد کنم پسر خاله من هستن فیوریت محمد نعمت اللهی خیلی ممنون هستم که نوز اومده آقا محمد آره ما حالا من میگم داستانش یه چیز دیگه بود ولی دیگه رومو نمیشه دیگه بزنی سلام شما هم خب آقا قاسم خانی این بر یا این بر یا وسط هر بر شما دوست انتخاب کنید آقای قاسم خانی با این هیبت وایستادم بادیگارد من آقای قاسم خانی نظرتون به نمره من خیلی دوست داشتم خیلی خیلی بازیگر خوبه یعنی که تو این بچه به نظرم بازیگرتر بودیم تا الان و که من 9 میدم 9 خب آیه خیاط آقا اول دمتون گرم به خاطر اون دوست صندوقدارتون که حمایت کردین و استفاده کردین از علی آقای صفوی کاش اینو من گفته بودم فرشته آقای شما چیز استفاده میدونم من فریالو میدم خب بعدش هم که آره بازی خیلی رئال و باحال بود بازی کنجا منم 9 ایشان آرزوی سلامتی میکنیم برای همین دوستان سلامت هم این دوستانمون بس اینه که چه آرزوی کنیم مردم توجه فکر نکنن خیلی چیز عجیبیه آره. چون ببخشید من جایی که علی کار میکنه خیلی اذیتش میکنن خب من واقعا عجیبه واسه من آدمایی که اونجا فکر میکنن دارن محبت میکنن ولی واقعا دارن اذیتش میکنن من حالا گفتم اینجا آیه مهراب خانم هستن اگه بتونن از ایشون استفاده کنن یعنی به نظر من بهترین اتفاق این مسابقه دابسته استفاده میکنن حتما یه یادی هم بکنیم از خسرو شکیبایی عزیز که دیگه در بین ما نیست یه تشویق بکنید خسرو عزیز محمد امین نظر تکراری نبود جان تکراری که نبود ویدیو منه که من قبل اینکه مثلا تو اسمش درستی اینو زده بودم با چون با کلنگ میزدی تو من ریشمو میکندم آره قشنگ بود خدایی منم 9 دادم به محسن 9 دادی 8 میدم 8 8 8 تشویق بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید میخوام مهمان عزیزمون رو معرفی کنم یکی از روزنامه نگاران نویسندگان که امروز به همراه آقای قاسم خانی کار دوره همی رو روی آنتن شبکه نسیم دارن خانم هدا ایزدی مهمان ویژه ما شرکت کننده بعدیمون یه خانم هستش تنها شرکت کننده یه خانم ما فکر میکنم ویدئوشون هم بله یه قسمتی از سریال دردسرهای عظیم هستش آقای قاسم خانی خانومی که نقش بی بی رو داشتن لهجه شیرازی داشتن اسمشون یادتون نیست من تلویزیون نگاه نمیکنم آه ببخشید بله نقش بی بی رو اجرا میکنن خانوم آیناز بریمانی اگر درست گفته باشم تنها خانوممون هستن دیگه بدتر شد که میگم تنها خانوممون هستن شرکت کنم کار خاصی نه فقط باید بیشتر تشویق میکردیم ویدئوشون رو ببینیم به زحمت افتاد به خدا شاید چم این بیاد بیرون کی میتونه اینم بگیره بلایی تو دردی درمشی بچه باشی بچه
خانم بریمانی تشریف بیارن. خوب هستی؟ مرسی، متشکرم. خب شما از کجا شروع کردید دابسمش رو؟ خیلی شما لیپسینکید. من والا این دابسمش من که اصلا تو مسابقه شرکت داده شد خیلی ناخواسته بود و من اصلا دوست نداشتم واقعیتش، و اون برادرزادم که با من بازی کرد اونو برای دابسمش، خانومی که اینجا اونو فرستاد از روی حالا شیطنتش و اینا. بعد یه روز دیدم که با گوشی منم فرستاد، بعد دیدم از طرف تی وی پلاس به من زنگ زدن که انتخاب شدی. بعد دیگه حالا تو عمل هم خوشحالی که ناراحتی؟ نه خوشحالم، اولش ناراحتم ولی بعد خوشحالم الان خیلی. منم میخواستم 206 بدم. خب اجرای زنده تون چی هست؟ توضیح بفهم. اجرای زنده واقعیتش من شهرستان بودم دیروزم، موقعی که با من تماس گرفتم من کل تایمی که برای این دوتا ویدیو و این ویدیو این برنامه زنده که میخوام اجرا کنم کلا نیم ساعت وقت گذاشتم. واقعا تایم نداشتم، ایده نداشتم، اصلا هیچی هم تو ذهنم نبود. الان فقط یه سری لباس آوردم باید عوض کنم. اینم داشتم گوش میدادم تو دابسمش ها، دیدم اینو کسی تقریبا یادم نمیاد کسی اجرا کرده باشه. نگاه کردم کسی اجرا نکرده، گفتم والا جالب باید باشه. آماده شید اجرای زنده خانم بریمانی رو ببینیم یک بار دیگه. تشویق که دراز کار بلدارم فهمیدی؟ این طرف به طرف، این طرف به طرف، این طرف به طرف، این طرف به طرف، آشبدی، کلاتی، گلودی، نبدم چی، نبدم چی، خواهد بستنی، قاله بافی، بسه برم بسیار عالی، بسیار عالی. خانم شهربانو موسوی بودن درسته؟ بله، قطعی که اجرا شد خانم شهربانو موسوی، متهم گریخت به کارگردانی آقای رضا عطاران. کل عوامل رو تشویق بکنید. خب آقای قاسم خانی، خیلی جذاب بود، خیلی بامزه بود، خیلی بازیگر بودیم. و که شما گوشیتون دوباره تو جیبتون نه؟ اصلا اذیتش کنم فقط. نه به خاطر اینکه بگم حالا چون که یک خانوم هستن حتما این امتیاز رو میدم، واسه اینکه اعتقاد ندارم که حالا اینجوری فرق بذاریم، ولی باز یک جسارتی است برای یک خانوم که این کار رو انجام بده و این بر من خیلی جذابه. من دوست دارم بهشون 9 رو بدم. 9 من جان، همین که فکر کردین در همین حد که حالا با اینکه وقت نداشتین خب لباس عوض کردین، یعنی اهمیت بدین به کار. حالا با اینکه بالاخره اینجا هم استرس و اینا هم هست، اون بازی لازمه رو نتونستین با توجه به فیلمایی که دیدم اونجا بیشتر بازی می‌کنین. فیلمشو دیده بودی شما؟ الان دیدم. الان پخش شد. من چیزی که الان دیدیم رو دارم عرض می‌کنم. خیلی خوب بود و نه فیلم این قطعه‌ای که همین الان بازی کردن هم دارن. آره من میگم اونو شما دیده بودید، اونم همین دیدم. که اونم دیدید، یواشکی دیدم. و منم نمره 8 رو میدم. 8 از هومن خیاط. محمد امین تکراری که نبود. نه دیگه تکراری نبود، شما کافی نمیکنید. یادتونه منم آوردم تو مرحله، گفتم اولی خانومی دیگه یه خانوم بفرستیم مرحله، ولی خدای زحمت کشید دستتون درد نکنه. دور از راه دوری هم اومدی از کجاش بود؟ منم 9 میدم. ساری اومد. ساری 9 میدم من. 9 ممنونم، قربان شما، بفرمایید. ما یه ویدیو از شما دیدیم آقا، شما مثل اینکه خودتون دابسمشکار بودیم ما نمیدونستیم. ببینیم آقای قاسم خانی از خود از شما چه ویدئویی؟ از ایشون از خود مجری نه من ندیدم. نه رو کنیم، رو کنیم، رو کنیم، اجازه بدید ما ببینیم. کاغذ رو بردار. چی هسته شاخه؟ چیا داری که اینقدر نگران شدی؟ دارید مگه؟ دو سه تا ناجور داره فکر کنم. خیلی دار چیز بدی دارم. منصوری ها خود منصورگنگ حرکت مملکت و حالا پنالتی الله خواهد کرد. منصوری ها خود منصورگنگ حرکت مملکت و حالا پنالتی الله خواهد کرد. خیلی خوب بایسم
که دارت کار بلده رو خمیدی این را به تحقیق طرف فرمیدی طرف 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 به تحقیق من میدادم 89 میدادم جدی؟ آره بابا دست شما آخه خیلی شدم بالتر حتی من به اون دوستت هم نمره بالا آره میدارم. اونم خوب بود خیلی تو حس بود آره آه آه من دیده بودی تو اینا تو اینستا نهیده بودی تو چند میدی؟ رفاقتی زیاد میدم خیلی میدم خیلی میدم نیه هفت میدم خدای خوب نبود اونقدر دوستش خوب بود